قال در جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام نوشته المرحوم شيخ محمد حسن النجفي رضوان الله عليه الجزء الثاني وعشرون تبع دار أحياء التراث العربي بلي. وعلى كل حال سخيس يوشيش فإظهار فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك الاتحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيه، بل لعلها هجاؤهم على رؤوس الأشهاد من أفضل العباد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية، وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار علمائهم وعوامهم حتى ملأوا القراطيس منها، بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات. خب بينندگان عزيز إشان من فرمايات كم بدقوية مخالفين على رؤوس الأشهاد علنان از افضل مقربات الهی است و این مسئله را من از احادیث و روایات زیاد آیات قرآن کریم برای شما زیاد نشان دادم، مگر این که تقیه مانع بشود. در اینجا کیشان تقیه را ذکر کرد و بعد نیست که من یک کلامی از مرحوم آیت الله خویی اینجا برای شما نشان بدهم. ببینید دوستان عزیز، و قبلا هم در جلسات گذشته نشان دادم، تا اینجا کسی نگوید که خب ایشان مرحوم صاحب جواهر فرموده ما لم تمنع التقیه، و من گرچه تقیه را بحثش را مفصلا سابق خدمت شما در جلسات گذشته صحبت کردم، اما خب بد نیست دوستان عزیز این تنقیح هست در شرح عروة الوثقی مرحوم آیت الله خویی، تنقیح شرح عروة، تقریرات بحث مرحوم آقای خویی، تالیف مرحوم آقای شیخ علی غروی. این مجلد چندم؟ مجلد چهارم دوستان عزیز، یا پنجم؟ این پنجم جزء خامس پنجم، چاپ مؤسسه احیای آثار آقای خویی، در صفحه 224 در مباحث تقیه. اینجا ایشان بحوث تقیه، بحثای تقیه را خوب ایشان مطرح کرده. در صفحه 224 ایشان می‌فرماید و اذا کانت المفسده المترتبه على فعل التقیه اشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركها، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها. بقول سورة راشما تصور بكوني كدر آن سورة مفسدة مترتبة زرني كمترتب مشوات بر چكار بر فعل تقية، كشما اگر فعل التقية را مراعاة بكوني این که تقیه انجام بدهید، خود تقیه انجام دادن بر او مفسده، بر او ضرری مترتب می شود. یعنی شما همین که تقیه کردید، خود تقیه کردن ضرری دارد. در صورتی که این ضرر اشد و اعظم باشد از اون مفسده ای که بله مترتب هست بر ترک تقیه. شما اگر تقیه کنید ضرر دارد، شما اگر تقیه نکنید هم ضرر دارد، هر دویش ضرر دارد. اما فعل تقیه و مراعات تقیه ضررش بیشتر است، ضررش بیشتره. تقیه نکردن هم ضرر داره، تقیه کردن هم ضرر داره، اما انجام دادن تقیه و مراعات تقیه ضررش بیشتر است. یا اینکه او کانت المصلحه فی ترک التقیه اعظم من المصلحه المترتبه على فعلها، یا اینکه ان تقیه را انجام ندادن مصلحت دارد، تقیه را انجام دادن هم مصلحت دارد، هر دو صورتش مصلحت دارد. چه تقیه را مراعات بکنی فایده دارد، مراعات نکنی فایده بازم فایده دارد، اما مراعات نکردن فایدهش بیشتره. یک صورتی باشد اینطوری، اگر تصور بکنید همچین مثالی آمد، خود ایشان بعد مثال میزنه، کما مثالش اینه، کما اذا علم بانه ان عمل بالتقیه ترتب عليه اذم احلال الحق و اندراس الدین الحنیف و ظهور الباطل و ترویج الجبت و الطاهوت. مانند این که اگر انسان بداند که اگر تقیه را مراعات بکند، نتیجه مراعات تقیه این است اذم احلال حق، که حق فراموش شود، مذهب حق را مردم ترک بکنند ولو یک عدهی، و اندراس الدین الحنیف و عقاید حقه فرسوده بشود، عقاید حقه متروک بشود، عقاید حقه مورد غفلت مردم، مورد فراموشی مردم قرار بگیرد. انسان بخواهد تقیه انجام بدهد یک مفسده خیلی عظیم دارد اگر همچین شرایط پیش آمد، و اون چیز آنیه که اگر شما تقیه را مراعات کردید سبب میشود که
عقاید حقه مردم ضعیف بشود، یک عده متزلزل بشن، شکوک در دل اونها بیفتد یا اصلا دین را ترک بکنند. و ظهور الباطلی و ترویج الجبت و الطاغوت، و مفسده چه بزرگتر از این که باطل در بین مردم ترویج بشود، جبت و طاغوت در بین مردم مقبولیت پیدا بکنند. بگن خلفای مسلمین بودن جبت و طاغوت. جبت عموما منظور از او ملعون اول می باشد و طاغوت همون چلپاسخور مفعول ثانی لعنت الله علیهما می باشد. خب و ترویج جبت و طاغوت، شما حق و حقیقت را به مردم نگویید، در دلهای مردم برای این ملاعین جا باز می شود و مردم نسبت به اینها اظهار ارادت، اظهار تعظیم، اظهار تقدیس می نمایند. یواش یواش مردم بله سبب می شود که نسبت به اینها میل پیدا بکنند. و اذا ترک التقیه ترتب عليه قتله فقط او قتل جماع مع قتله مع جماعت آخرین. و اما اگر تقیه رو خب این مفسده عدم این مفسده مراعات تقیه، اما مفسده عدم مراعات تقیه این که تقیه را ترک بکنه مفسدهش چیست؟ اینه که آدم کشته میشه یا یک عده دیگری هم با او کشته میشه. در این صورت چکار انجام چکار بکنه؟ ولا اشكال حينئذ في ان الواجب ترك العمل بالتقيه وتوطين النفس للقتل. بلا شك و بلا ريب مرحوم آقای خویی میفرماید که در همچین جایی واجب است که انسان نه تنها تقیه را مراعات نکند، واجب است تقیه را ترک بکند. اصلا حرام در این صورت آدم تقیه انجام بده. باید و توطین النفس للقتل، خودش آماده کشته شدن بشود، خودش آماده شهادت بشود و تقیه را ترک بکنند تا مردم دین را رها نکنند. لأن المفسدة الناشئة عن التقیه اعظم و اشد من مفسدة قتله. بخاطر این که اگر او تقیه را مراعات بکند مفسدهش خیلی عظیمه و بله و ضررش خیلی عظیمه. و اون چیست؟ اضمحلال دین حق، متروک شدن دین حق و عقاید حق. بله نعم ربما تكون المفسدة في قتله أعظم وأكثر، كما إذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس وإنجاء المؤمنين من المحن بعد الابتلاء ونحو ذلك، ولكنه أمر آخر. إيشان مفرمايت كبالة در يك سورة يك آدم اگر خيل مهم باشد كه اگر او كشتا شود دين از بين ميرود، يك كسي ان توري باشد كه بله اگر او کشته بشود اصلا دین از بین می رود. مثلا کسی همچین شخصیتی اگر در دنیا بود دیگر او باید علی کل حال خودش را حفظ بکنه. حالا ما همچین شخصیتی نداریم که اگر او کشته بشود دین از بین برود الا امام زمان علیه السلام. یک جایی باشد که بله کشته شدن این مروج حق، بله کشته شدن او ضررش اینقدر عظیم باشد که بله اصلا اگر او کشته شد دین از بین می رود. در این صورت او واجب تقیه را مراعات بکند و خودش را حفظ بکند ولو عده مردم بیدین بشوند. چرا؟ چون اگر خود او کشته بشود دیگر همه مردم بیدین می شوند. خب این صورت ما بله این مثال خارجی ندارد، تحقق مصداق خارجی ندارد. بله والتقیه ولكنه امر آخر، والتقیه بما هي تقیه متصفه بالحرمه في تلك الصوره كما عرفت. بعدشان میگه اما این یک مثال خیلی نادریه، یک مثالی هست که این یک امر شاذیه، اما خود تقیه به ماهی متقیه در این صورت که مردم اگر آدم تقیه را مراعات بکنه مردم دین حق را فراموش میکنن، یاد نمیگیرن و جبت و طاغوت و عمریگری و وهابیگری یا افکار بدی دیگر باطل دیگر دجالیگری ولایت فقیه در بین مردم ترویج پیدا می کند، در این صورت واجب هست که تقیه را ترک بکند و تقیه در این صورت اصلا حرام. بعدشان می فرماید ولعله من هنا اقدم الامام الحسین علیه الصلاة والسلام و اصحابه لقتال یزید ابن معاویه و عرضوا انفسهم للشهاده و ترکوا التقیه عن یزید و کذا بعض اصحاب المؤمنین بل بعض علمائنا الابرار قدس الله ارواحهم و جزاهم عن الاسلام خیرا كالشهیدین و غیرهما. و بعدشان مثال میزنند میگه شاید همین طوری بوده مواردی که بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام، اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، علما ما تن به شهادت دادن و تقیه را مراعات نکردند، مانند شهید اول و شهید ثانی رضوان الله علیهم اجمعین. خب این را دیدید دوستان عزیز.
خب حکم کلی و عمومی چیست بینندگان عزیز؟ حکم عام اینه که اظهار براءت واجب هست و شرط ایمان، و اظهار براءت مراتبی دارد، از جمله مراتب آن لعن است و سب است و شتم هست، بله، و از جمله مراتب آن بیان قبائح خلفا هست با زبان علمی و لسان قناعت بخش. اینا همش از مراتب براءت و دشمنی با دشمنان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام می باشد. و در اینجا استثناء لعن و سب و شتم کردن، این کار انسانهایی است که دشمن دین باشند، دشمن دین باشند، و الا لعن و سب و شتم اینها فی انفسهم امر نه تنها جائز بل مستحب بل واجب. این را ما در جای خودش ثابت کردیم.